دفن اجساد یهودیان کشته شده حوادث پاریس در اسرائیل و تشییع جنازه پلیس فرانسوی مسلمانی که در تهاجم تروریست ها به دفتر هفته نامه تنز شارلیب دو کشته شده بود. اما افراتیون مسلمان در شمال پاکستان در مورد دو برادری که عامل آن وقایع بودند نظر دیگری دارند. برای گرامی داشت آنها اینجا آمده ایم. آنها کاری کردند که ما باید انجام می دادیم. زیرا افرادی که علیه پیامبر کفرگویی می کنند دشمن مسلمانان دشمن مسلمانانند و عزت پیروان اسلام را به بازی گرفتند بنابراین به جوانانی که با قربانی کردن جانشان کافران را به جهنم فرستادند درود می فرستیم. از طرف دیگر فرانسه با قاطعیت اعلام کرد که کفرگویی در فرانسه غیرقانونی نیست. <applause> ما در قانونمان چیزی به نام کفرگویی نداریم و نخواهیم داشت. بین آزادی بیان با یهودی ستیزی، نجات پرستی و توجیه تروریسم که جنایت شمرده می شود، تفاوت اساسی وجود دارد. قوه قضاییه هم باید مجازات های سنگین تری برای این جنایت ها در نظر بگیرد. مقام های فرانسوی میگویند بهترین راه مقابله با قتل عام اخیر پاریس ادامه و تقویت سکولاریسم در آن کشور است و احمد ابو طالب شهردار شهر روتردام هلند نیز به مسلمانان توصیه کرد اگر تحمل آزادی بیان و دیدن چند کارتون را ندارند بهتر است هلند را ترک کنند هم هم کاریکاتوریست ها در سراسر سر جهان کشتار همکارانشان در هفتهنامه نامه فکاهی شالیب ابدورا به شدت محکوم کردند. اما برخی از آنها هم میگویند تعدادی از کارتون ها مسلمانان بیگناه را رنجانده است. افرادی که حال به صورت هدف دست راستی های افراتی و مسلمان حراسی در اروپا قرار گرفتند.